سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشید. امروز تاریخ 26 بهمن ماه سال 1402 و این ویدیو رو در حوالی ساعت 6 داریم براتون تهیه میکنیم از یکی از خیابونای فوق‌العاده خاطره انگیز و قدیمی تهران، یعنی باب همایون، که ابتدا از میدون براتون ویدیو میگیریم، یعنی میدون امام خمینی یا همون توپخونه قدیم، و بعد میریم به سمت گذرگاه گردشگری باب همایون و در خدمتتون هستیم با کلی اطلاعات. خب پنجشنبه هم هست، فوق‌العاده شلوغ این خیابون و مردم همه نشستن و مشغول غذا خوردنن. همونطور که میدونید خیابون باب همایون یکی از خیابون‌های قدیمی شهر تهرانه، که این خیابون از اولین خیابون‌های تهرانه که سنگ فرش و بعدش هم آسفالت شد، که راجبش جلوتر خدمتون عرض میکنم. امروز این خیابون توی منطقه 12 شهرداری تهران قرار داره و بورس فروش غذا و فست فود و این چیزاست و البته کاربری اصلیش فروش کت و شلوار و لباس رسمیه، که حالا ته این گذرگاه کت و شلواری و اینا شروع میشن که قیمتای مناسبی هم داشته از قدیم و همیشه معروف بوده. باب همایون توی همسایگی سیه تیر قرار داره، خیابون سیه تیر، که حالا سیه تیر جمع شد رفت به سمت تهران پارس، کنار موزه بود سیه تیر و اونم خیابون فوق‌العاده قدیمی بود، مردم میمدن اونجا، حتی شلوغ‌تر از باب همایون هم بود و انتقال پیدا کرد سیه تیر به بولار پروین تهران پارس. حالا دلیلش هم گفتن که چون به موزه‌ای که کنارشه، موزه ملی ایران، آسیب شاید میزده و حالا اون دودی که از کباب کردن بیرون میومده میرفته داخل موزه و به اون جواهرات و اون به قولی یادگاری هایی که از ایران بوده آسیب میزده، حالا دلیلش این بوده، به خاطر همین انتقال دادن و سیتی رو جمع کردن و به بلوار پروین تهران پارس بردنش. حالا تهران پارس خب چون یکم دورتره واسه بچه های غرب، واسه بچه جنوب، واسه بچه شمال، چون سمت شرق دیگه تهران پارس، شرقی ترین نقطه تهران تهران پارسه، به خاطر همین باب همایونه شلوغ‌تر شده دیگه، سیه تیره به قولی از بین رفت و باب همایون به جاش شلوغ‌تر شده. قبلا مشتری های اینا نصف به نصف میشد چون نزدیک هم بودن، الان دیگه همه اومدن تو باب همایون. کامل میخواییم براتون فیلم برداری بکنیم دو طرفشو، خورده قدم بزنیم حتی در اون قسمتی که بعد از این گذرگاه خود شلوار فروشی ها هستن و یه گذرگاه پیاده رویه و در خدمتون هستیم. امروز هم پنجشنبه است، همونطور که گفتم شلوغه، مردم همه اومدن و خوشگذرونی میکنن. Oh,
خب دوستان، ما از سمت راست تا انتهای بلوار رفتیم و تا اونجا یک جشنیه و در اون جشن دارن از موزیک های کپی رایت استفاده میکنن. خواننده محمد علیزاده بود و مجبور شدیم که فعلا برگردیم سمت چپ باب همایون هم بگیریم، دوباره حالا بریم اون جشن رو یه جوری براتون ویدیو میگیریم که بی نصیب نمونید از این اتفاقی که داره تو باب همایون میفته. و یه جوری حالا باید فکر بکنیم چجوری ادیتش بکنیم که کپی رایت نخوره و مشکل ساز نشه تو یوتیوب برامون. دیگه فکر میکنم از قوانین یوتیوب خبردار باشید که روی موزیک و این چیزا خیلی حساسه و حق نشر رو رعایت میکنه. از تاریخچه این خیابون بگم، تاریخچه قدیمی داره این خیابون و میدونم خونی که اسمش میدونه توپخونه بوده و خود باب همایون هم در سال 1288 قمری به دستور ناصرالدین شاه و توسط علاءالدوله، محمد رحیم خان علاءالدوله، درست شد و درختکاری شد و این خیابون به همراه میدون توپخونه و خیابون لاله‌زار نخستین خیابون‌های تهران بودن که در سال 1310 به مناسبت ورود ملک عبدالعزیز پادشاه عربستان به تهران آسفالت شدن. نحوه دسترسی به خیابون باب همایون و این گذرگاه گردشگری زیبا رو خدمتون بگم از طریق مترو امام خمینیه و این محدوده کلن در طرح ترافیک قرار داره. طرح ترافیک هم خدمتون بگم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 صبح تا 6 غروب و مجوز لازم داره. مجوز طرح ترافیک شما باید داشته باشید که بتونید ورود بکنید و اینا جریمه میشه. جریمه‌ش تقریبا فکر کنم 100 تومان باشه. و پنج شنبه ها هم طرح ترافیک تا ساعت 1، یعنی بعد از 1 میتونید دیگه بیاید اینجا، اما خب موزل جاپارک دارید دیگه، حالا باید بگردید پیدا بکنید. و کاربریش هم که در حال مشاهده هستید. یه مقدار راجع به نام قدیم خیابون امام خمینی خدمتتون بگم که نامای پیشینش خیابون سپه بود، خیابون باغشا یا خیابون مریض‌خونه هم بهش میگفتن. از خیابون مرکزی تهران که این خیابون شرق و غربی و از شرق به میدون امام خمینی یا همون توپخونه میرسه و از غرب هم به بزرگراه یادگار امام قطع میشه. نام قدیم بزرگراه یادگار امام اگه بخوام خدمتتون بگم، یه مدت بهش میگفتن بزرگراه اوین و بزرگراه لاجوردی یا بزرگراه صد بهش میگفتن. خب دوباره برگشتیم به انتهای باب همایون، یه مقدار بریم اون راسته کتشلواری ها رو بگیریم که از کاربری اصلی این خیابون خارج نشیم دیگه. قدیما حالا گذرگاه گردشگری نبود که خود غذا و این چیزا باشه، همه باب همایون رو به کتشلواری هاش میشناختن. پس ازش غافل نشیم، اینجا هم ویدیو میگیریم براتون. محیط خیلی خوبیه، واقعا لذت میبرم خودم قدم میزنم. زندگی شبانه در ایران خیلی فعاله و احساس میکنم که حالا اونجوری که شنیدم، خودم که تجربه نداشتم، اما اونجوری که شنیدم ایرانی ها اولین مشکلی که بعد از مهاجرت بهش میخورن، اولین که نه، یعنی یکی از مشکلاتی که از 20 مشکل از 30 مشکلی که بهش میخورن توی مهاجرت اینه که شاید اروپا زندگی شبانش خیلی ضعیف‌تر باشه. حالا آمریکا رو من نمیدونم، فکر میکنم باز اونها به فرهنگمون نزدیک‌تر باشن، اما اروپا فکر میکنم که یه جورایی از دوستانم که دارن زندگی میکنن تو کشورهای مثل ایتالیا، آلمان، اتریش، سوئد اینطور برای من گفتن که
زندگی شبانش مثل تهران نیست و فکر میکنم 8-9 شب دیگه همیشه تموم شد و یه جورایی میشه گفت خیابون سوت و کور باشه. اما خب زندگی شبانه تو ایران خیلی فعاله و همه مردم یه جورایی تازه 7-8 شب مثلا میگم بریم بیرون یه چرخی بزنیم، یه چیزی بخوریم، یه قدمی بزنیم، تازه شروع میشه. و حتی تا پاسی از شب بعضی نقاط تهران با هم یه مردم خوشن، قدم میزنن، 12 بعد هم حتی رد میکنن و این خیلی خوبه و خودم خیلی دوستش دارم. واقعا مثلا دوست دارم مثلا ساعت 8 شب میشه تموم بشه و این خصلت ما همه ما ایرانی هست. ما هم دیگه خورده اینجا قدم میزنیم و حالا ببینیم میتونیم دوباره برگردیم اونجا یه خورده جشن رو براتون فیلم بگیریم و یه ترفنده ای تو ادیت بتونیم صدا رو قطع وصل بکنیم که کپی رایت رو نداشته باشیم. البته جشن خاصی یعنی فعلا که موزیکه و روی یک بنری نوشته بودن جشن صدکایی پیج اینستاگرام با پامایون بود مثل اینکه همچه چیزی. مغازه‌های خیلی قدیمی دارم می‌بینم که سال تأسیسش برمی‌گره به 1340، 1335، 1345، همچین چیزایی دارم می‌بینم که مثلا قبل انقلاب و خیلی قدیمی هست. بچه‌ها نظرتون رو من بازم میگم بچه‌ها جسارت نباشه خدمتتون، می‌دونم که خیلی از مخاطبای 60 سال سن و حتی بیشتر هم ما داریم توی کانالمون. جسارت نباشه، فقط بابت راحتی با شماست. اگر نظری حتما دارید برامو کامنت بکنید و معرفی بکنید خیابون‌هایی که دوست دارید براتون ویدیو بگیریم رو. ما حتما از این موضوع استقبال میکنیم. یه طرف خیابون باب همایون پس میخورد به میدون توپخونه یا میدون امام خمینی، یه طرفش هم که اینجاست الان رسیدیم به تهش دیگه. اینجا خیابون سور اسرافیله، خیابون سور اسرافیل پس یه طرفش میخوره به توپخونه و انتهاش هم میخوره به خیابون سور اسرافیل. اینجا یه زمانی بالاخره برای خودش بروبیایی داشت و قدیمی ها اینجا مثل ما که الان داریم اینجا قدم میزنیم حتی خیلی در شرایط باصفاتر و خیلی بهتر اینجا با هم دیگه ارتباط داشتن و روزای خوشی رو پشت سر میذاشتن. خب دیگه من از خدمتتون مرخص میشم تا انتهای ویدیو حتما تماشا بکنید. برای اون دسته از زیانی که دوستشن یه بندار ویدیو رو بدون صدای بنده تماشا بکنند. فعلا خدا نگهدار.
این شام سیاه رو سحری